ولی میتونم درباره این بگم که چگونه به یک تسامح و رواداری رسیدم چون چیزی که من دیدم اینه که بعضی وقتا تعصب ضد مذهبی مثل تعصب مذهبی میتونه واقعا آزار دهنده باشه یعنی بعضی هم از این ور پشت بوم میفتن پایین و میبینیم که مثلا تا شما بگی سلام فوری میگن که آقا تو چرا از این واژه استفاده میکنی نمیدونم تا میری مثلا مولانا میخونی فوری میان میگن آقا این مذهبی بوده ولش بکن اینام به نظر من افراته و اینکه شما بعد یهو دیندار نباشی از همه دیندارا بدت بیاد اینم بیمارگونه است به اعتقاد من و خوشبختانه من خیلی این تعصب ها رو نداشتم به خاطر اینکه مثلا فرض کنید بحث مسیحیت من از کودکی خب عاشق باخ بودم و باخ موسیقیش مذهبیه ولی آموختم که میتونم اینا رو تفکیک بدم از هم من میتونم از هنر مذهبی لذت ببرم بدون که مذهبی باشم میتونم مثلا تارکوفسکی تماشا کنم لذت ببرم ولی بدون که مسیحی باشم میتونم باخ گوش بکنم لذت ببرم بدون که مسیحی باشم از اون فرهنگه میتونم استفاده بکنم خب و بعد حتی باز یه چیز جذابی که من دیدم و خیلی خوشایند بود خب من با خانم رضایی با هم میرفتیم پیش به اصطلاح اون کلیسایی که بود و خب میدونستم که من آتئیستم ولی من هرگز ندیدم که هیچ برخورد بدی با من صورت بگیره و فوق العاده میتونم بگم که ما خیلی هم با پدر فرانکو فرانکو پریزی و اسقف اونجا اسقف بدینی میشه گفت دوست شده بودیم و نشسته برخواست فراوانی میکردیم و به هیچ وجه من احساس نمیکردم که آ... رفتار توهینآمیزی با من میشه یا غیر دوستانه یا هیچ چیز دیگری و این برای من خیلی لذت بخش بود که یک آتئیست و یک آدم کاملا مذهبی میتونن با هم نشست و برخواست بکنن دوستی بکنن علا رقم اختلاف ای که با هم دارن و برای همین این برای من درس بزرگی بود که ما میتونیم عقاید متفاوتی داشته باشیم مثلا رواداری اینجا معنی پیدا میکنه که شما کسی رو که عقیدش رو باور نداری وگرنه ما با کسی که عقیده هم عقیده ماست که عقیده رواداری معنی نداره رواداری آنجاست که تو فکر کنی که این طرف داره اشتباه میکنه عقیدش بر باطله ولی بتونی باش دوستی بکنین، نشخ... نشست و برخواست بکنی احترام متقابل بین شما باشه و من سعی میکنم واقعا این رو به هم فکرای خودم که دین ناباور هستن خدا ناباور هستن به این, این رو بهشون منتقل بکنم که ما میتوانیم با آدم های دیندار و مؤمن دوستی بکنیم فقط خب به شرط اینکه چیزی رو به هم تحمیل نکنیم و این واقعا نفرت چیزی رو حل نمیکنه نفرت کمکی نمیکنه بذاریم هر کسی عقیده خودش رو داشته باشه و ما فضای خصوصی خودمون رو داشته باشیم و بتونیم در کنار همدیگه زندگی کنیم